به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان، رزمندگان بدون مرز و فارسی زبانان. امیدوارم حالتون خوب باشه و به زودی آمادگی لازم رو برای جشن عید فطر داشته باشید. خب میخوام برم سراغ یه موضوعی و اون اینه که آقای ترامپ یه حرفایی داره میزنه که واقعا آدم، یعنی ما ایرانی ها باید بیدار بشیم. به باور من ما در جنگ جهانی سوم باختیم. ببینید آقای ترامپ چی میگه و از حرفای ایشون چه چیزی میتونیم استخراج بکنیم. یعنی خیلی روشن و واضحه و واقعا میخوام بگم باعث شرم و ننگه که چه اتفاقی بر ما افتاده. و حالا موضوع سر اینه که در دولت آقای رئیسی هم فعلا تا همینجا کار زیادی انجام نشده در این رابطه و تا هم اکنون بازنده بودیم. میریم ببینیم آقای ترامپ چی میگه در این باره، گوش میکنیم و حالا ببینیم اینا دارن چی کار میکنن و ما چی کار کردیم و داریم میکنیم. خب گوش میکنیم. Iran gets together with Saudi Arabia through China. خب من براتون میخونم اگر که حالا شما نمیتونین نوشته رو زود بخونین. ایران به واسطه چین با عربستان سعودی همراه شده و چین داره غلبه پیدا میکنه. China is taking over and China, you know, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard. خب گفتش که من از تعدادی از افراد شنیدم که گفتن دلار هرگز معیار بودن خود را از دست نمیدهد. خب اشتباه شنیده. The dollar standard. Are they kidding? میگه اینا دارن شوخی میکنن. China wants to change. چین میخواد ارز استاندارد و معیار را تغییر دهد. البته که میخواد داره این کارو میکنه. The standard, the currency standard. And if that happens. و اگر این اتفاق بیفتد، یعنی سقوط دلار، مثل شکست در یک جنگ جهانی است. توجه کنید، مثل شکست در یک جنگ جهانی است، چیزی که بر ما اتفاق افتاده. سقوط تومان، سقوط ریال. ما الان میخوام بگم بی ارزش ترین پول دنیا رو الان ایران داره. دومین در دنیا هستیم، دومین در جهان. ارزش پولمون اینقدر اومده پایین، ارزش تومان یا ریال. و اگر این اتفاق بیفتد به معنای واقعی کلمه ما یک کشور درجه دو خواهیم بود. حالا ایران که از این نظر میشه کشور درجه نمیدونم چندم، دو، که خیلی خوشگله. شما در هر حال از دست دادن برزیل هستید. شما دارید کولومبیا، آمریکای جنوبی را از دست میدهید. You're losing Colombia, South America. You're losing. شما دارید ایران را از دست می‌دهید. شما آن را از دست دادید. دقیقاً خودش شروع کرد. خودش از برجام اومد بیرون. البته خوب شد. من از این لحاظ درباره برجام از آقای ترامپ تشکر کردم موقعی که اومد بیرون. یه لگد زد اومد بیرون. You've lost it. You've lost Russia. شما روسیه را از دست دادید و اگر هنوز آن را از دست ندادید، آن را از دست خواهید داد. روسیه کارش تموم شده، از دست رفته. And if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the wrong. چین را به دلیل سیاست چین واحد از دست دادیم. دقیقاً. So China's gone. Then you see France go. سپس می‌بینید که فرانسه در حال بازبینی سیاست‌های خود است. آقای فرانسه، آقای مکرون دوید رفت چین، دست به دامن چین شد و فرانسه در هر صورت فرمانروای اروپا است. یا مکرون کارهایی که داره می‌کنه، در واقع اینا می‌خوان خودشون رو از سلطه آمریکا بیارن بیرون و از سلطه دلار و زورگویی آمریکا. دیدن که چه بدبختی سر اروپا آورده و این ادامه داره. یعنی اون جریان گلوبالیزم و صهیونیسم نمیذاره که اینا از دست، از چنگال این مشکلات بیان بیرون. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ ما داریم قافیه رو میبازیم. اگر ارز خود را از دست بدهی، این معادل شکست در یک جنگ جهانی است. درست؟ حالا براتون میگم چه اتفاقی بر ما افتاد. Our currency is what. پول ما چیزی است که ما را قدرتمند و قوی می کند. درست؟
توجه کنیم ببینین آقای ترامپ چی میگه. Makes us powerful and strong. خب اونا رو قوی میکنه و قدرت جهان. اینو میبندم. ببینین چیزی که اتفاق افتاده الان، ارزش پول ما از در 41 سال گذشته 90% افت کرده و همکنون ریال 7000 برابر نسبت به 40 سال گذشته افت کرده. این کم نیستش. تا سال 98 ارزش پول تا 7000 برابر افت کرده بود. الان که حالا بیشتر هم شده، بخوایم حساب بکنیم. ببینین ریال رو پهن کردن. یعنی چی؟ یعنی شما حتی بریم پهن هم بخرین، اون ارزش خودش رو نگه میداره. کود بخرین، هر چی بریم بخرین، اون ارزش خودش رو نگه میداره، ولی ریاله میاد پایین. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مردم میرن دلار میخرن، میرن سکه میخرن، میرن تو بورس، میرن نمیدونم سهام میخرن، هر چیزی بجز ریال. یعنی اینو نگه نمیدارن، اصلا بهش اطمینان ندارن. اطمینان عمومی مردم، اطمینان ملی، اعتماد ملی به تومان، به ریال که پول ملی ماست، شرف ماست، این از دست رفته. و دلیلش هم دولت‌های بیکفایت مزدور خائن بودن که تا همکنون روی کار اومدن. حالا به جز دولت خود آقای خامنه‌ای که اونها در واقع سعی کردن که اینطوری نباشه، ولی میخوام بگم همه دولت ها دست به دست هم دادن و نتونستن کاری بکنن، برای اینکه از پس اون مافیا بر نیومدن. الان هم همون روند داره ادامه پیدا میکنه در دولت آقای رئیسی. حالا میبینیم که وزیر اقتصاد آوردن، ما که آوردن تو مجلس، ازش پرسش و پاسخ میکنن اگر که استیزاش بکنن. چرا مثلا وزیر سمت رو نمیارن؟ گفتن وزیر صنعت رو میخوایم بیاریم استیزا بکنیم یا ازش پرسش و پاسخ بکنیم. وزیر سمت چی؟ ایشون نقش مهمی داره در این. و خود مجلس حرف درمانی کرده، خیلی ساله داره حرف درمانی میکنه. این نماینده هم که رفتن نشستن تو مجلس، اینا رفتن یه حقوق مکفی بگیرن، برای مردم کار نکردن. نمیگم همشون، نماینده هایی با وجدان هم داریم که دلشون برای ملت میسوزه و دلشون برای ایران میتبه و هرچی جیغ و داد میکنن تو اون صحنه مجلس، کسی گوشش بده کار نیست، میشنویم ما گایگو داریم. ببینین واقعا شرم‌آوره که اینقدر به تومان و ریال بی احترامی و بی ارزشی میشه. یکی از بینندگان زیر برنامه من نوشت، خانم زمانی من یه زمینی شمال دارم، گذاشتم برای فروش. یک کسی اومد گفتش که من زمین تو میخرم ولی پول تومان ندارم، من دلار دارم. رفته هرچی که پول داشته مرتب تبدیل کرده به دلار، برده گذاشته یه جای دیگه خارج از ایران یا توی متکاش قایم کرده. در هر صورت 200,000 دلار گفته پولتو میدم، 200,000 دلار معادل پولتو میدم. این داستان مال همین دیروز پریروزه که زیر برنامه من نوشته بود. خب در هر صورت میخوام بگم که این دلال بازی ایرانیا رو این دولت‌های ناکارآمد، چجوری بگم، کارنشناس، ملت ما رو وادار کردن به دلالی. ملت الان شدن هر کدومشون ترجیح میدن که برن دلالی بکنن، پولشون رو به یه چیز دیگه تبدیل بکنن که پهن نشه. حالا گرچه پهنم بخرن ارزشش بیشتر از ریال و تومنه. الان این اتفاقی است که در کشور ما افتاده. در هر صورت چه کسانی مسئول هستن؟ اول از همه رئیس بانک مرکزیه. اگر خودش ندونه و آدم کارشناسی نباشه و دلسوز نباشه و انقلابی نباشه و اگه همه اینا باشه، همه اینا رو باشه، ولی بهش اختیارات لازم رو ندن که اون عملیات جراحی لازم رو بکنه، به درد نمیخوره. و چه کسی دیگه؟ وزارت اقتصاد هست، وزارت سمت هست، خود مجلس هست، خود دولت هست. بنابراین رئیس جمهور میاد رئیس بانک مرکزی رو انتخاب میکنه. اگه رئیس جمهور ندونه، اقتصاد نفهمه، سرش نشه و یا عمدن سرش نشه، خب دو حالت که بیشتر نداره، یا سرش نمیشه، واقعا نمیدونه چه چیزهایی مهمه،
میاد یه کسی رو انتخاب میکنه میذاره اونجا میگه خب حالا این کارشو انجام میده دیگه، حالا روی آزمون و خطا. ما دیگه الان وقت آزمون و خطا رو نداریم. تمام این رؤسای بانک مرکزی که تا حالا داشتیم نتونستن تورم رو کنترل بکنن، نقدینگی رو نتونستن کنترل بکنن. نقدینگی توسط چه عناصری ایجاد میشه؟ توسط بانک‌های خصوصی، درست؟ بانک‌های خصوصی نقدینگی تولید کردن و این نقدینگی خودش یه عامل مهم تورمه و این نقدینگی به سمت و سوی تولید که نرفته، رفته به سمت و سوی تخریب تولید. چی شده؟ بانک رفته یه دونه ملک، یه دونه تولیدی رو خریده توی جای مثلا خوب و خوشاب و هوای تهران یا یه شهرستان دیگه یا یه شهر دیگه، اومده تولیدی رو درب و داغون کرده، به جاش آسمون خراش ساخته، درست؟ یعنی اون تولیدی ما از اینا خیلی شنیدیم. حالا در دوره آقای رئیسی ایشون اومدش چند هزار تا از این تولیدی ها رو در واقع به کار انداختن دوباره، ولی میخوام بگم چنان اقتصاد ما درب و داغون شده که با این چیزا الان کارش درست نمیشه. واقعا باید یک عمل جراحی درست حسابی انجام بشه روی این سرطانی که کشور ما رو فرا گرفته و این تومن مظلوم تو سر خورده بدبخت یا ریال. این جنگ جهانی سومه، ما این رو باختیم، ما این رو باختیم. چرا ملت ایران اکثریتشون شدن دلال؟ دلال دلار رو نمیدونم، یه پول کوچیکی داره نمیتونه که بره کاری بکنه، میره یه دونه سکه میخره. آقای ترامپ درست میگه، تو سر دلارشون بخوره تو جنگ جهانی سوم باختن. ما تو سر تومنمون خورده، خیلی وقتم خورده. ما در این جنگ تا هم اکنون بازنده ایم. حالا میخواین دلتون رو خوش بکنین به چیزای گوگوری مگوری، این دیگه انتخاب شماست، این بدبختی است که سر ما اومده. ولی حالا راه چارش چیه؟ راه چارش اینه که این وزیر جدید، رئیس جدید بانک مرکزی آقای فرزین بیاد کارشو درست انجام بده و تورم رو کنترل بکنه. نقدینگی رو چطوری میشه کنترل کرد؟ بخش مهمی از این بانک‌های خصوصی رو ببندن، دم و دستکشون رو تخته بکنن، اینا رو ببندند و نگذارن که تولید نقدینگی بکنن و مردم رو این بهره های بالا که میدن، مردم خب فکر میکنن که برن پولشون رو بزنن توی بانک. فعلا الان اینطوری شدش دیگه. خب در هر صورت پولشون در هر صورت کاغذ میشه، بهره بانک 50% که نیست، 20%، 18%، 16%، هر چیزی که هست. این کاری هستش که رئیس بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و مجلس و سمت و بقیه، این یه همکاریه. و خود آقای رئیس جمهور، خب آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی اگر خودشون اقتصاد نمیدونن از یه مشاورین دلسوز کمک و راهنمایی بگیرن، نه از همون کسانی که توی شبکه دزد و مافیا و نفوذی و اینا هستن. از اینا هستن دیگه، اونجا شوخی که نداریم، نمیگم همشون، خدای ناکرده نمیگم همشون، نه، آدمای خوبم داریم، آدمای با شرفم داریم، ولی دو حالت داره، یا نمیدونن بهتر از اون نمیدونن، یا اینکه قرض و مرض دارن، عمدن دارن این کارو میکنن. در صورت من بسیار متاثر و متاسفم که این کلیپو که از آقای ترامپ دیدم، خب خیلی چیزا برای من روشن شد و امیدوارم برای شما هم روشن شده باشه و مطالبه گر باشین. الان مهمترین چیزی که ما داریم، پیش رو داریم، کنترل تورم و افزایش حقوق مردمه، افزایش درآمد هاست. کنترل تورم و کنترل نرخ ارز و به راه درستش. به راه درستش چیه؟ ارز باید تک نرخی باشه. کنترل تورم چه جوریه؟ این بانک‌های خصوصی که پول چاپ میکنن، در واقع خلق پول میکنن، اینا رو باید ببندن، باید جلوشو بگیرن، باید نباید بگذارن این اتفاق بیفته و کاری بکنن که در واقع تولیدات
ارجعیت داشته باشه صرف بکنه برای مردم که برن سرمایه گذاری بکنن یا در واقع پول و سرمایهشون رو هدایت بکنن به سمت تولیدات تا برن بذارن توی بانک. الان تو اخبار شنیدیم که کلی سکه 16,000 میلیارد تومان معادل این که 4 تا کارخونه فولاد بزنی، معادل نمیدونم چی توی صندوقا اونجا خوابیدن. خب دیگه این میشه اون پول خفته که میتونست توی اقتصاد به جریان بیفته و چرخ اقتصاد رو بگردونه. این همه دلال بازیایی هستش که در دوره آقای روحانی بعد جوری شروع شد. 60-70 تن طلا رو به بای دادش، به حراج گذاشتش و در هر صورت خب نتیجه گیری تا اینجاش ما در اون جنگ جهانی سوم باختیم و امیدوارم که آقای رئیسی واقعا عمل جراحی بسیار بزرگی انجام بدن روی این مریضی که در حال مردنه، در حال خب هرچی که تو دفاعیمون قوی باشیم تمام این چیزا خیلی خوشگله، خیلی هم خوبه. اقتصادمون، اقتصاد الان از نظامی و دفاعی ما مهمتر شده. این حرف آخر منه. عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین، برای من خیلی ارزشمنده. انشالله که ریال و تومن عزیزمون ارزشش بره بالا. این عزت و شرف ملیه. خدا نگهدار.